در این رابطه همراه میشیم با امید رضایی، روزنامه‌نگار از هامبورگ آلمان. خوش آمدید آقای رضایی. بیشتر برای ما میگید از آنچه که داره در آلمان اتفاق میفته؟ بله، اعتصاب امروز در واقع بزرگترین اعتصاب سراسری شاید در 30 سال گذشته در آلمان محسوب میشه. 230,000 عضو یکی از این سندیکاها و 130,000 عضو یک سندیکای دیگری، در واقع دو تا از بزرگترین سندیکاهای آلمان هستن. این دو سندیکا دست به اعتصاب زدن که باعث شده حمل و نقل به خصوص ریلی در کشور به طور کلی مختل بشه. دویچه بان، شرکت قطار آلمان، شرکت حمل و نقل ریلی آلمان، امروز به کلی همه سرویس هاش رو قطع کرده. هیچ قطار بین شهری امروز در آلمان حرکت نمیکنه، چون بیمه این میرفت که با اعتصاب بخشی از کارکنان قطارها مختل بشن، به کلی فعالیت هاشون رو تعطیل کردن. بسیاری از قطارهای شهری هم در آلمان سرویس هاشون امروز قطع شده، چون وابسته به شرکت حمل و نقل ریلی آلمان هستند. علاوه بر اون، در فرودگاه‌های بزرگی مثل فرانکفورت و مونیخ حمل و نقل به کلی مختل شده، بسیاری از پروازها لغو شدند. بخش زیادی از در واقع رانندگان اتوبوس‌های به شهری، داخل شهری هم عضو این سندیکاها هستند و به این ترتیب دست به اعتصاب زدند و به این دلیل حمل و نقل با اتوبوس در داخل خیلی از شهرها هم مختل شده و امکان رسیدن به مقصد وجود نداره. آنچه که همونطور که گفتید، آنچه که اعتصاب کننده ها میخوان افزایش حداقل 10% حقوق و حداقل 500 یورو حقوق ماهانه است به دلیل تورم زیاد. چیزی که کارفرماها ارائه کردن فقط 5%، اون هم طی یک دوره 2 ساله. کارفرماها میگن که بیشتر از این نمیتونن. در واقع کارفرمای بزرگ که همین شرکت حمل و نقل آلمانه و دیگر شرکت‌های حمل و نقل میگن که بیشتر از این نمیتونن حقوق‌ها رو افزایش بدن، اما اعتصاب کننده ها با توجه به وضعیت تورم، در واقع سندیکاها، خواهان افزایش بیشتر هستن. این دلیل اصلی اعتصاب. بحث‌های زیادی هم این اعتصاب در پی داشته، با توجه به اینکه کل در واقع زندگی در کشور برای دست کم 1 روز به کلی مختل شده. خیلی‌ها میگن چنین اعتصاب بزرگی اصلا لازم نبود، میشد با اعتصاب‌های کوچک‌تر فشار آورد به کارفرماها. عده دیگری هم موافقند. کارفرماها تلاش میکنن که فضا رو به دلیل این اعتصاب بزرگ، چون زندگی خیلی از آدمهای عادی هم مختل شده که ارتباطی به این ندارن، سعی میکنن اتهام بزنن به سندیکاها یا در واقع فضا رو به ضرر سندیکاها، کارگران، اعتصاب کننده ها برگردونن که با کارشون اختلال ایجاد کردن در زندگی مردم. سندیکاها اما معتقدند که بحران رو در واقع کارفرماها ساختند با افزایش ندادن حقوق و کارگران چاره ای جز این اعتصاب نداشت. سپاسگزارم از شما امید رضایی، روزنامه نگار از هامبورگ آلمان، همراه ما. ممنون.